بسم الله الرحمن الرحيم. بیا کده گاز لیکچر روی مضمون استرکچر سمستر پنجم از کتاب فاندامنتالز اف استرکچرال انالیسیس از کنت املیت ادیشن پنجم هفته هشتم لیکچر 16 و آخرین لیکچر از هفته هشتم چپتر ششم موضوع کیبلز اند آرچز. ما به او لکچرهای قبلی کیبل ها رو خوندیم و از آرچ هم یک لکچر قبلی در مورد از این رو بحث شد، تعریف آرچ ها و انواع آرچ ها و چگونگی رفتار از اونا رو بحث کردیم. در این لکچر تحلیل یک آرچ ترسیب که دیترمینیت باشه انجام میدیم و توسط جنرال کیبل تیوریم فنیکولار شپر برای یک آرچی که دایرکت کامپرشن قرار داشته باشه ایجاد میکنیم. بعد بر اساس از او آرچی که مینیمم ویت یا کمترین وزن داشته باشه را مورد تحلیل یا بررسی قرار میدیم. فنیکولار شیپ آف ان آرچ. فنیکولار شیپ آف ان آرچ وقتی گفته میشه که به یک آرچ مشخصی که بار کانسنتریت برای از وارد شده باشه و تمام ممبرها از او به دایرکت کامپرشن قرار بگیرن، او آرچ رو ما میگیم فنیکولار آرچ. مواد که نیاز که ما یک آرچ بسازیم یا موادی که برای ساختن یک آرچ نیازه وقتی به حداقل میتونه برسه که تمام ممبرها از او آرچ به کامپرشن قرار داشته باشه، یعنی مومنت به تمام نقاط از او صفر باشه، یعنی مومنت به هیچ کدوم از ممبرها وارد نشه، که این آرچ ما قبلا هم گفتیم که فنیکولار آرچ هم میتونیم بگیم. دیزاینر زمان میتونه به صورت اتوماتیک یک فنیکولار شپ برای بارها به وجود بیاره که فرض کنه که بارهایی که بر روی یک آرچ وارد شدن، مثلا این بارهایی که بر روی آرچ وارد شدن، اگه ایر ما اپساید داون فرض کنیم یک کبل میشه، منتها قوا برای از او به تنشانه و برای از این به حالت کامپرشن وارد شده. دقیقا میتونه به صورت ساده و آسون یک فنیکولار شپ برای آرچ یا برای بارهایی که برای آرچ وارد شده به وجود بیاره، اگر این فرض کنه که یک کبله و برو کبل بارها وارد شدن. فرض میکنیم همین کبل بارهای به وارد شده H1 و H2 و H3 یمو کبل سگ یا همو انحنایی که به کبل وجود داره به اثر بارهایی که به یک کبل وارد شده W1, W2, W3, W4, W5 و تنشن B و تنشن ایر ما در نظر میگیریم. بعد ایر میایم چپه میکنیم، یعنی 180 درجه ایر دور میدیم. وقتی 180 درجه ایر دور بدیم اپساید داون یعنی سرچپ رسم کنیم تبدیل میشه به یک آرچ که ای H3 برابر به H3 ای که بعد سگ میتونیم بگیم ای ارتفاع خود آرچ H2 که بعد سگ و ای H2 ارتفاع آرچ در این نقطه ای که بار W2 وارد شده و همچنان H1 برابر به H1 که بار W1 به اینجا وارد شده و W1, W2, W3, W4, W5 اینا همه W ها یا بار های برو کبل باعث میشن که کبل به حالت کشش واقع بشه، دایرکت تنشن میگیم، کشش مستقیم، و آرچ به کامپرشن یا به فشار مستقیم واقع میشه که این حالت وارد شدن همگی به فشار مستقیم باعث میشه که این فنیکولار شپ به وجود بیایه. H3 برابر به H3، H2 برابر به H2 و H1 هم برابر به H1. مثال 6C گفته که establish the shape of the funicular arch for the set of loads acting on the truss arch in figure 6.14a. گفته اگه funicular arch ایجاد کنیم توسط بارهایی که بر روی ازی وارد شده دو تا سیکپس
به نقطه ای و بی به روی سپورت ها وارد شده و شست کپس هم سر تا پار برو امی هر کدوم از این هنجای از این گوشه های آرچ به وجود آمده. ایر ما فرض میکنیم که اول فرض میکنیم که این بارهایی که وارد شده گفته که فرض میکنیم که یک کبلیه این بارا به وارد شده، این بالا وارد که پرشن وارد شده، حالا بارا ما بالت تنشن به این نقاط وارد میکنیم و دو تا سیکپ سرم دقیقا مثل امو آرچ به سپورت ها وارد میکنیم. بعد ما گفتیم که برای جنرال کبل تیوری گفتیم این کبل رو فرض میکنیم که یک بیم سیمپلی سپورتیه و بارها برای بیم سیمپلی سپورت همه گیر وارد میکنیم و طول بیم سیمپلی سپورت فرض میکنیم که طول خود کبل باشه 6 ضرب در 30 مثل 180 و به آرچ هم همچنان همینه. مقدار ایستر با ما 36 اینچ 36 فوت داده و اچ 2 و اچ 1 اینا رو هم از ما بخواسته که محاسبه کنیم و این شیر دیاگرام از ایر من اینجا ما رسم کردیم و مومن دیاگرام رو رسم کردیم. در نقطه ای که اچ 1 یا 60 کپس قوه مومنت ما هست 4500 اما ام زیدی که قبلا به جنرال کیبل تیوری گفتیم، ام زید یعنی ام در نقطه اچ 1 یا ام در نقطه ای که 60 کپس قوه وارد شده برابر به 4500 و به 60 کپس دومی 7200 و میدسپان هم به 60 کپس وسطی که به سنتر وارد شده 8100 کپس فوته. از ما خواسته گفته که شما بیایم فنوگلر آرچر در امی بارگوزری که برو از این ترس آرچ وارد شده ایجاد کنیم، یک فنوگلر آرچر میریم که ایجاد کنیم. راحت پیدا کردن ایچ یک و ایچ دو توسط امو ایچ خود ایچ بزرگ ضرب در ایچ زید مثل این میشه به ام زید. ام زید در به هر نقطه داریم، به نقطه ایچ سی داریم 8100، به نقطه ایچ دو داریم 7200 و به نقطه ایچ یک هم داریم 4500 کپس فوت. بریم که این قیمت ها پیدا کنیم و فنوگر آرچر ایجاد کنیم. خب اول گراف شیعه رو دیرمیم رسم میکنیم. گراف شیعه رو که رسم کنیم این میشه 150. 150 ثابت میاییم، 150 60 کم کنیم میشه 90، با 90 ثابت همیتون میاییم، با 60 کم کنیم میشه 30، با ثابت میاییم که 60 کم کنیم میشه منفی 30، ثابت میاییم 60 کم کنیم میشه منفی 90، ثابت میاییم 60 کم کنیم میشه منفی 150، ثابت باز میشه منفی 150 و منفی 150 خود خود صفر میکنه. این میشه 30 ضرب 150 میشه 4500، 30 ضرب 90 2700، 30 ضرب 30 900، منفی 900، منفی 2700 و منفی 4500. مومنت را رسم میکنیم به اندازه در این نقطه هست 4500 جمع 2700 میشه 7200، 7200 7200 جمع 900 میشه 8100. پس همین تو متناظر میای خود خور صفر میکنم. پس ما بسه نقطه 8100 و 7200 و 4500 مومنت داریم. خب ما انلک ما فرمول داشتیم نظر به جنرال کیبل تیوری که گفتیم H ضرب در H Z گفتیم مساوی میشه با مومنت Z. خب ما اول میایم نظر به میدسپن که ما H رو داریم، ارتفاع رو داریم، ارتفاع میدسپن رو داریم، H مدسپن یعنی H وسطی داریم
مقدار است 36 فوت. نظر به این ما میگیم h پیدا میکنیم، میگیم h مساوی میشه به m زید بر h زید. m زید ما مدسپن داریم 8100، 8100 بله، تقسیم h زید مقدار داریم 36 فوت. خب 8100 تقسیم 36 میشه 225، پس h ما شد 225 کپس. یعنی ما هوریزونتال کمپوننت پیدا کردیم 225 کپس. یک یادآوری میکنم، h زد در h زید جنرال کیوال تیوریم بود که به لکچر قبلی در ورزی بحث شده سوال هم کار کرده بودیم. حالا ما وقتی که به این آرچ، به این آرچ ما اول بحث به کیبل بیاین گپ بزنیم. به کیبل وقتی ما ای ارتفاع وای یک بگیم، ای ارتفاع وای دو بگیم، ای ارتفاع هم وای سه بگیم که ایر 36 فوت داریم. ما هارزنده کمبانی داره ما پیدا کردیم شد 225. انک بر نقطه ما مومنت هم داریم، مومنت به این نقطه داریم مقداری 7200. مومنت ام سه میشه به 7200، ام سه میشه به 8100 و ام سه میشه به 4500. بر نقطه ما مومنت داریم، هورایزونتال کامپوننت هم پیدا کردیم، بس از زیمی و یک وای دو هم پیدا میکنیم. نوشته میکنیم h ضرب در وای یک مسه میشه به h ضرب در وای یک مسه میشه به m یک h داریم 225، وای یک مسه میشه به 4500. پس وای یک از اینجا پیدا میشه مقداری و 20 فوت شد. 20 فوت میریم وای دور پیدا میکنیم. برای پیدا کردن وای دو باز نشون کنه h ضرب در وای دو مساوی میشه به m دو. h داریم 225، 225 وای دو مساوی میشه m دو داریم 7200، وای دو مساوی میشه به 7200 تقسیم 225 که مقدار از این مساوی میشه به وای دو مو مساوی میشه به 32 فوت. پس h یک شد اگه مقدار 20 فوت، h دو شد 32 فوت و h سه هم مقدار رو داشتیم 36 فوت. حالا به فینیکولر شیپ آرچ قیمت ها رو داریم. قیمت ها رو همه گیر داریم. این مقدار است 60 کپس، این است 60، این است 60 و دو تا سی هم به سپورت ها وارد شده. نه ارتفاع هم داریم، این ارتفاع است 36، این است 32 بود، این دو پیدا کردیم ولی 32 فوت، 32 و ایران پیدا کردیم 20. یعنی فنیکولر شیپ ایجاد شد. یعنی به همین قیمت ها اگر ما ارتفاع بدیم، به همین قیمت ها اگر ارتفاع باشه، ای دقیقا دایرکت کامپرشن به تمام نقاط از ای آرچ، همه نقاط دایرکت کامپرشن. مومنت به هیچ جای وجود نداره، به همه جا مومنت صفره به اساس همین قیمت ها. یعنی ای قیمت ها که ما به اساس همو جنرال کیبل تیوریم اینا رو پیدا کردیم، در اصل مفهوم اینه که ما یک فینوکلر
شبه ایجاد کردیم. فیلم کرد شبه قبلا تعریف کردیم، گفتیم عبارت از آرچیه که در تمام نقاط به روح همو ممبرا از او آرچ کامپرشن فورس وجود داره و مومنت در اونجا هیچ وجود نداره. مثال 6-4 یک تراسی تریهنج آرچ تراسی که باتم کورد از این دقیقا مثل اگزمپل 6-3 که قبلا کار کردیم که 36 اینچ فوت برای ما بده بود، 32 فوت و 20 فوت دگر هم گفته که اینا ما به مثال قبلی 32 فوت و 20 فوت پیدا کردیم. از ما خواسته گفته که ای تراسر شما تحلیل کنیم، فرض کنیم که تمام بارهایی که برای از این وارد شده جز الف اینا دید لودن، و به جز بی گفته که فرض کنیم که یک سینگل کانسنتریتد لود 90 کیپس در نقطه ال وارد شده باشه و در نقطه ال فقط در نقطه ال گفته فقط فرض کنیم که 90 کیپس وارد شده باشه، بس از این گفته شما بیم ای تراسر تحلیل کنیم. فرض کنیم که جوینت دی به ایس یک هنج عمل میکنه، فرض کنید که جوینت دی یک هنجی باشه. اگزمپل 6-4 یک ترسی آرچ ترسی به حساب تمام قوار برو از وارد کرده، سی به دو طرفه و وسط های همگی شسته، ارتفاع به قسمت پایینی از این گفته که دقیقا مثل آرچ ترسی که ما به اگزمپل قبلی کار کردیم، وسط ارتفاع 36 ته، باز دومی 32، اولی 20 فوته ارتفاع نظر به رو زمین. وای هم هست 6 ضرب در 180 کپس. ما میایم ریاکشن رو پیدا میکنیم، ریاکشن ها از این ای وای میشه 180 و جی وای میشه 180 و این نقطه وسطی نقطه دیرم گفته که شما فرض کنیم که این نقطه هنجه. خب ما از ما خواسته گفته که شما بیایم این تحلیل کنیم، یعنی تمام قوار و تمام ممبرا گفته پیدا کنه. خب قبل از این ما بیایم این تحلیل کنیم، یک مرتبه گفته به می دید لودی که این بار آوره شده تحلیل کنیم، یک بار گفته به نقطه کا که عبارت از همین نقطه باشه، نقطه کا که این نقطه باشه، گفته به این نقطه شما 90 کپس قوید لایب لود واره کنیم، دگه قوه همه به سو بردشته میشه. خب ما ریاکشن رو بعد اول پیدا کنیم، ریاکشن رو خب میفهمیم متناظر چون برگذاری اینو 5 ضرب در 60 میشه 300، 330 360 تقسیم 2 میکنه میشه 180. پس آر وایا یعنی مرکب های وای ریاکشن ها هر کدوم 180 کپسه، فقط میمونه اچ. پس ما از نقطه دیر وا میکنیم، وقتی از نقطه دیر وا کنیم ای وای ما 180 هیچ، ما هم خودمونه 48 هم این ارتفاع در وسط 30 کپس اینجا داریم، 60 اینجا داریم و 60 اینجا داریم و 60 هم اینجا داریم. در نقطه دی یک دی اکس داریم و یک دی وای داریم، چون بگفته که در نقطه دی این هنج فاصله هم سی سی و سی ست تا سی نشان کنم. مجموع مومنت در نقطه دی مثل و صفر خلاف عقربی ساعت مصفه منفی 180 ضرب 90 مثبت اچ ضرب 48 که وسط 36 تر کم کنیم، ما دیگه H 36 میشه دیگه بده دوباره ما این ارتفاع هم نظر به این نقطه داده 36، H ضرب در 36 با مثبت 60 اولی مومن نداره، 60 دومی و 60 سومی مثبت 60 ضرب در 30
و مس به 60 ضرب در 60 مس به 30 ضرب 90 مساوی به 0. اینجا به هورایزونتال کامپوننت یا اچ پیدا میکنیم. شست ضرب در 30 درسته، 60 ضرب در 60 درسته، 90 ضرب در 30 و 180 ضرب در 90 مساوی به 0. اچ مو هم مساوی ضرب در 36، اچ مو از اینجا پیدا میشه 225 کیبس. اچ که پیدا شد، حال به هر دو روش از سپورت ای یا سپورت جی میشه که ایر از متد جوینت باز کنیم، بر جوینت سمشن فکس سمشن فای مساوی سپه قرار دیم و تمام قوار پیدا کنیم. برو کتاب سه قیمت ها رو نوشته کرده کار کرده دیگه میشه که کار کنیم. چیز ساده اینو ما به چپتر سه هم بخوندیم دیگه، نیاز به کار کردن بقی مونده نداره، فقط مهم همی چی اینه که کار کردیم. اچ آرزن در کمپوننت بود که ایر پیدا کردیم دیگه راحت. اکثریت آرچ ها بار مرده رو تحمل میکنن. این بار مرده به صورت یک نواخت و تقریبا میتونیم بگیم یک نواخت به سر تا سر اسپان توزیع میشه. مثال میتونیم ما یک فلور سیستم برای یک پل بدیم که این فلور سیستم بار مرده از سقف پل به روی استرکچر به صورت ثابت و یک نواخت وارد میکنه. برای ایجاد یک فیونیکولار شیپ برای یک آرچه که بار یک نواخت برای دو وارد شده باشه، چیزی که لازمه اینه که تمام نقاط رو از آرچ یا تمام نقاط رو محور از آرچ باید به دایرکت کامپرشن واقع شده باشن. برای تحلیل از این نوع آرچ ها میایم یک آرچ به شکل منحنی یا به شکل کرو که از 3 اینچ یا 3 اینچ که 1 اینچ در نقطه A، 1 اینچ در نقطه C، 1 اینچ در نقطه B داره و بار دیستریبیوت ثابت به وارد شده باشه، ایر میاییم در نظر میگیریم و محاسبه خود از جای شروع میکنیم که در نقطه B ایر میاییم باز میکنیم سمت راست در نظر میگیریم، یک مومنت در نقطه B میگیریم. وقتی مومنت در نقطه B بگیریم خود بار W، بار W ضرب در L بر 2 یک بار کانسنتریت در مرکز از این ضرب در L بر 4 میشه. به ترتیب W L بر 2 ضرب در L بر 4 باز منفی دوران از این باز خلاف عقرب ساعت میشه، منفی میشه W L بر 2 ضرب در L بر 2 جمع H ضرب در H، جمع H هوریزونتال کمپوننت ما ضرب در ای H ارتفاع خود آرچ میشه مساوی به صفر قرار میده. از اینجا که H رو پیدا میکنیم، H مستقیم پیدا میشه WL مربع بر 8H، بعد H رو اینجا که مینویسیم WL مربع بر 8H. H رو پیدا کردیم WL مربع بر 8H، باز میگیم یک مومنت به این نقطه D میگیریم. نقطه D نقطه فرضیه، میتونه به امتداد B تا به C هر نقطه میخواه باشه. این نقطه دی موتور انتخاب کردیم که فاصله x ای از نقطه B داره، فاصله x داره نقطه B. این می از اینجا قطع میکنیم سمت راست در نظر میگیریم. به اینجا خوب واضحه وقتی ما قطع کنیم یک اکسیال فورسی در اینجا داریم، یک شیر فورسی داریم، چون ما مومنت در نقطه M در نقطه D میگیریم، پس تنها مومنتی و معادله ما میایه و شیر فورس و اکسیال فورس نمیایه. پس وقتی که ما سمت راست در نظر بگیریم رابطه از این قرار میشه که سمت راست مثبت اگر موافق عقرب ساعت اگر مثبت بگیم خود ام و منفی میشه دبلیو ال بر 2 ضرب در ال بر 2 منفی اکس، یعنی ام منفی دبلیو ال بر 2 که ریاکشن باشه ضرب در ال بر 2 منفی اکس، یعنی از ال بر 2 خود منفی اکس رو کم میکنیم منفی اکس میشه. باز مثبت اچ ما میشه دبلیو ال مربع بر 8 ضرب در فاصله و هسته کل از این ارتفاع هسته H از این وای کم میکنیم. وای یعنی ارتفاع که از نقطه C تا به نقطه D ارتفاع وای متغیر در نظر میگیریم، H منفی وای میشه. باز میمونه یعنی خود R
آر ما میمونه اینجا که بار دیستریبیوت، بار دیستریبیوت این کل از هست ال بر 2، از ال بر 2 که x کم کنه اینجا میشه x منفی ال 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 بر 2 منفی x میشه، ال بر 2 منفی x این حالتیه که قیمت از هست w ضرب در ال بر 2 منفی x ضرب در ال بر 2 منفی x تقسیم 2، یعنی این مقدار از هست w ضرب در ال بر 2 منفی x که به کانسنتریت بشه ضرب در فاصله، از این فاصله و چیه ای که ال بر 2 منفی x باشه این نقطه ال بر 2 منفی x تقسیم 2 میشه که بالاخره میشه ال بر 2 منفی x کل مربع بر 2 میشه. تو حالت اینجا نوشته شده ال بر 2 منفی x کل مربع تقسیم 2 شده ضرب در w منفی w ال بر 2 ضرب در ال بر 2 منفی x که قبلا گفتم جمع h ضرب در h منفی y مثبت m مساوی به 0. از این رابطه می m پیدا میکنه، m مساوی میشه w ال مربع y بر h h منفی w x مربع. نظر به گفته های قبلی که ما گفتیم برای فنیکولر شیپ مومنت به هر گوشه مساوی به صفره، پس وقتی مومنت به هر گوشه مساوی به صفر باشه مومنت در همون نقطه دی مساوی به صفر قرار میده. وقتی مومنت مساوی به صفر قرار دیم این رابطه ما دبلی مربع وای بر اش منفی دبلی ایکس مربع بر 2 مساوی به صفر میشه. وقتی که مساوی به صفر شه از این رابطه وای پیدا میشه 4 اچ بر ال مربع ضرب در ایکس مربع. این معادله یک کرویه که ما به مثال های در لکچر قبلی هم اومدیم، همو خود شیپ اگه آرچی بود که شیپ دایره وی داشت، ما به اساس از او بیامدیم اساس این مدله اومدیم و کار کردیم. این مدله خود همین منحنی شد، این منحنی که اینجا داریم همین منحنی مدله که با قیمت وایر ما پیدا کردیم 4 اچ بر ال مربع ضرب در اکس مربع. و از طرف ما به لکچرهای قبلی تنشن در ریسمان را که ما دست آورده بودیم که مثلا شد به هارزنتال کمپوننت تقسیم کوساین زاویه تا در هر نقطه‌ای که ما می‌خواستیم هارزنتال کمپوننت را پیدا کنیم، در اون نقطه کوساین تا پیدا می‌کردیم، هارزنتال کمپوننت تقسیم کوساین تا می‌کردیم تی پیدا می‌شد. آره به این فونیکولر شیپ برای آرچ هم همین صدق میکنه، به شرطی که ما کوساین تیتا داشته باشیم و هورایزونتال کمپوننت هم داشته باشیم میتونیم تیر پیدا کنیم. برای پیدا کردن کوساین تیتا میریم از معادل وای مشتق میگیریم، یعنی تانجانت تیتا پیدا میکنیم. تانجانت تیتا مثلا میشه به دی وای بر دی ایکس، یعنی مشتق تابع نظر به فاصله از وای مشتق میگیریم. از وای که مشتق بگیریم 4 ضرب 2 میشه 8، 8 h x بر ال مربع مشتق میشه 8 h x بر ال مربع. یک طرف دیگه ما اینجا میتونیم یک مثلث بیایم فرض کنیم، تانجانت تیتا یک مثلث بیایم فرض کنیم، میل مماس اینجا یک مماس رسم میکنیم که این مماس نمی باشه، نمی خط وتر این مثلث مماس باشه، مماس در نقطه m نقطه d. 8 h x بر ال مربع تانجانت تیتا وقتی که به یک مثلث قائم الزاویه تانجانت تیتا مساوی به 8 h x بر ال مربع باشه، ضلع مقابل زاویه رو میتونیم همون 8 h x بر ال مربع بگیم و ضلع مجاور زاویه یک بگیم. پس تانجانت تیتا به این مثلث مساوی میشه به ضلع مقابل بر مجاور، یعنی 8 h x بر ال مربع تقسیم یک. این خوب چه پیدا شد؟ تانجانت تیتا به این مثلث تطبیق شد. بعد تانجانت تیتا که پیدا کردیم 8 x بر ال مربع، بعد از قضیه فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه داریم r مربع مساوی میشه x مربع جمع y مربع، یعنی مجموع مربعات از لای قائم مساوی میشه به واتر مربع. پس واتر اگر ما واتر همی بیایم بگیم مربع که r مربع باشه مساوی میشه به 1 جمع 8 x بر ال مربع کل مربع. ما هم اینجا همین نوشته کردیم، نوشته کردیم r مساوی میشه جذر 1 مثبت 8 x بر ال مربع کل مربع. پس وتر مثلث هم پیدا شد. وقتی که وتر مثلث پیدا شده کوساین تیتا برای ما راحته، کوساین تیتا مساوی میشه به ضلع مجاور بر وتر. کوساین تیتا مساوی ضلع مجاور بر وتر یعنی چی؟ پس وتر مثلث که پیدا شد یک جمع 8 x بر المربع کل مربع تحت جذر ضلع کوساین تیتا هم پیدا میکنه مساوی میشه به ضلع مجاور که یک باشه تقسیم وتر هم همین جذر یک بر جذر. کوساین تیتا پیدا میشه، یعنی اینجا کوساین تیتا مثلا شبیه یک بر جذر یک مثبت 8 x بر ال مربع کل مربع. خب ما کوساین تیتا پیدا کردیم، نظر به رابطه قبلی تی مساوی میشه به h بر کوساین تیتا.
پس می نویسیم میگن تی مثل اینچه ایچه بر کسانه دیتا ای ایچه بر یک بر جزر یک جمعه شه چکسه بر این مربع. پس وقتی که ایچه بر یک بر ازی باشه این معکوس میشه کسول کسر ازی. پس تی مثل اینچه به ایچ جزر یک جمعی هر شه چکسه بر المربع کل مربع. پس ما تیر پیدا کردیم از جنس چی؟ از جنس ارتفاع در هر نقطه که ما به آرک یا آرچ ماست باشیم تیر پیدا کنیم، در اون نقطه ارتفاع را داشته باشیم و فاصله از مبدا اکس را هم داشته باشیم و ال مربع یعنی اسپان خود آرچ را هم داشته باشیم، هورایزونتال کمپوننت را هم داشته باشیم، همین مبلغات داشته باشیم، میتونیم ما تی یا مو تنشن یا مو قوه به امتداد محور اصلی خود آرچ به دست بیاریم. این مدل تی یا تنشن یا کشش که مثلا جذر اچ مثبت یک جمع هر شکسته بر المربع کل مربع، این وقتی که نظر به این شکل ما بیم در نظر بگیریم، چون اکثر ما از مدسپن از این آرچ گرفتیم رو به سمت راست، یعنی بیشترین تی در کجا اتفاق میفته؟ که در جای اتفاق میفته که اکس مکزیمم باشه، یعنی بیشترین اکس در سپورت، در سپورت سی بیشترین اکس. خب این متناظر فرق نمیکنه چی سپورت سی بگیم چی سپورت ای بگیم، بر دو سپورت قیمت تی یک قیمته. پس بیشترین تی در سپورت ها اتفاق میفته که، پس به این اساس ما نظر به این شکل وقتی اکس بیشترین قیمت بدیم این تی ما مکزیمم میشه که در سپورت ها. اگزمپل 6-5 به یک فینیکال شیپ داریم و برای آرچایی که یونیفارم دیستریبیوتد لود داره میریم اور کار میکنیم. اگزمپل 6-5 آخرین اگزمپل از چپتر 6 ده آخرین لکچر هم از هفته 8 گفته که استبلش ده شیپ آف فیونیکولر آرچ فار ده یونیفارم لودینگ. گفته فیونیکولر آرچ برای یونیفارم لودینگ که برای از خود آرچ منحنی شکل نشون داده شده، بار دیستریبیوت ثابت 5 کپس فی فوت به وارد شده و ارتفاع مدسپن از 42 فوت 70-70 140 فوت هم ال از اینه. از ما خواسته گفته که شما شیپ فینیکولر آرچر به شما ایجاد کنیم برای از این، در صورتی که قیمت اکس یک برای ما بداده 17.5 فوت، اکس 2 داده 35 فوت و اکس 3 هم داده 52.5 فوت، یعنی فاصله بین از مرکز یعنی از مدسپن اکسر داده قیمتی اور 52.5 فوت. گفتم مکزیم آلای و کمپریسیف استرس هم 2000 پوند بر اینچ مربع یعنی 2000 پیسای مکزیمم آلای و کمپریسیف استرس یعنی سیگمای آلای و هم با اون 2000 پوند بر اینچ مربع. نظر به این قیمت ها گفته شما بیاییم شیپ فینیکولر آرچر ایجاد کنیم. اگزمپل 6-5 آخرین مثال نظر بار دیستریبیوت ثابت فاصله را همه گی برای ما داده، یک آرچ منحنی شکل 42 فوت ارتفاع داده برای ما ارتفاع کلی هفتاد فوت، یکی طرف هفتاد فوت هم طرف دگه این فاصله اکس دوه و این فاصله هم اکس سه که اکس یک برای ما داده 17.5 فوت، اکس دو داده 35 فوت و اکس سه هم داده 52.5 فوت. خب بار دیستریبیوت ثابتی هم برای از این وارد کرده،
اندازه 5 کپس به هر فوت. خب ما معادله، خب از ما چی خواسته؟ گفته که در صورتی که سیگما علاوه بر هم 2000 پوند به هر اینچ مربع باشه، از ما خواسته گفته کراس سکشن ایریا به سه نقطه شما پیدا کنیم، به سه نقطه x1 به سبب 17.5، x2 به سبب 35 و x3 به سبب 50.5. گفته کراس سکشنال ایریا پیدا کنیم در صورتی که ماکسیمم الایبل استرس هم 2000 پوند فی اینچ مربع باشه. گفته شما کراس سکشنال ایریا در صورتی پیدا کنیم که ای کاملا اقتصادی باشه. و همچنان در اول گفته که establish the shape of the funicular arch برای uniform loading. خب ما قبلا آمدیم همه رقم یک آرچ به لکچر ثبوت کردیم، تمام معادله از این نوشته کردیم، هر کدوم از معادله ها رو میتونیم ما بکار ببریم، یعنی به اون اساس که معادله نوشته شده بود دقیقا او خودی رو به و فرض از این که او آرچ فیونیکیولر باشه، شما میتونیم از اون معادله کار بگیریم. ما اون معادله آمدیم وای پیدا کردیم 4 h بر L مربع X مربع، این معادله Y. شما به اساس قیمت های X میتونیم هم Y1 Y2 Y3 اینا رو هم پیدا کنیم. به X1 ارتفاع Y1 میشه، ارتفاع Y3 میشه و ارتفاع هم میشه Y2. یعنی Y1 ما به X به x x برای ما بوده، به اساس هر x میاریم h رو پیدا میکنیم. ما معادله y داریم، y1 میگیم مثل میشه به 4 تا h بر l مربع ضرب در x1 مربع، y1 مثل میشه به 4 ضرب در h ما هسته 42، h که هسته ارتفاع کلیه، ارتفاع کلی رو میگیریم 42 تقسیم L مربع، L ما هم هست 2 تا 70، 140 مربع ضرب در برای Y1 X ما هست 17.5 کل مربع. پس Y1 ما میشه 2.6 فوت. Y2 میره پیدا میکنیم مثل این میشه به 4 ضرب در 42 تقسیم 140 مربع، این همون هم رنگ نه ضرب در فقط X2 ما فرق میکنه میشه 35 مربع، میشه 10.5 فوت. Y3 بازم این همون معادله وایر می نویسیم، 4 ضرب در 42، 4 ضرب در 42 تقسیم 140 مربع ضرب 52.5 مربع مثل این میشه 23.6 فوت. یعنی به این معنی که یعنی ما به قیمت های هر کدوم x1 f2.5 x2 35 و x3 52.5 ما معادله وای خوب قیمت گذاشتیم، h هم داریم 42 در کل و l هم داریم 140، پس از ما برفتیم به y1 y2 y3 هر سه طور پیدا کردیم. بعد که y1 y2 y3 پیدا شد میریم حال معادله مساحت رو می نویسیم. معادله مساحت ما خونده بودیم که مثل این می شد به بل از به طرز سویم گفتیم قوه تقسیم سیگمای مکزیمم، اگر چون از ما مساحت خواسته، یعنی به اساس همی y1 y2 y3 که ما آمدیم پیدا کردیم به ایمانا که یعنی فینیکولر شیپ یعنی ایجاد شده، فینیکولر شیپ ایجاد شدن از این به اساس همین معادلاتی که ما قیمت ها رو آمده بودیم نوشته کرده بودیم، به اساس این معادلات اگر ما این قیمت ها رو پیدا میکنیم یعنی به ایمانا که تمام نقاطی که ما روی از این منبر داریم همگی اکسیال کامپرشن یا دایرکت کامپرشن. پس به اساس همون معادله ما آمدیم y1 و y2 و y3 پیدا کردیم، پس ای ایجاد فینیکولر شیپ به حساب انجام شد. حالا میریم که ایریا یا مساحت پیدا کنیم. برای مساحت ما فرمول داریم t بر سیگما، یعنی سیگما مثل میشه قوه تقسیم مساحت، در اصل این رقم بوده سیگما مکزیمم مثل میشه به قوه تقسیم مساحت. ما مساحت بعد از اینجا پیدا کنیم مثل میشه به قوه تقسیم سیگمای
مکزیمم. خب پس اگر ما تی یا امو تنشان یا امو کشش داشته باشیم، ولی بار چی که دیگه کشش نیه، فقط امو قوه محوری از اونه دیگه، تیر که پیدا کردیم سگما علاوه بر سگما مکزیما را ما بده 2.5 مربع ایریا یا مساحت پیدا میشه. تیرش تا پیدا میکنه، تی گفتیم مثلا میشه به اچ جذر، یک فرمولی داشتیم اگر به می لکچر خوندیم، 8 تا اچ ایکس، 8 تا اچ ایکس تقسیم ال مربع کل مربع اجرم داریم دبلیو ال مربع بر 8 اچ، دبلیو ال مربع بر 8 تا اچ. خب اجرم اجر دبلیو ال مربع بر 8 تا اچ ما خونده بودیم معادله 6.20، یعنی اگر لکچر دوباره نگاه کنیم معادله 6.20 ما اچ هر وسط ها پیدا کرده بودیم. اچ مثلا میشه دبلیو داره مقدار 5، ولی 5 کپس فی فود 5 ضرب در ال ما هست 140 مربع تقسیم 8 تا اچ هم هست 42، میشه 291 اشاری 7 کپس. این قیمت اچ پیدا شد. وقتی قیمت اچ پیدا شد دیگه میگه ما رو به معادله تی میگذاریم. معادله تی ما مثلا میشه به اچ قیمتی هست 291 اشاری 7 جذر، جذر 1 مثبت 8 ضرب در 42 ضرب در قیمت اکس ما 70 دیگه. خب ما به هر نقطه باید پیدا کنیم، نه باید به هر نقطه پیدا کنیم. اگه خواسته باشیم به نقطه ای که اکس یکه، نقطه اکس یک اگه باشه پیدا کنیم، ما میشه 17 اشاریه 5 باید بگذاریم. 17 اشاریه 5 تقسیم 140 مربع کل مربع، این شد تی یک. تی یک مقدار پیدا میشه، تی یک در مقابل اکس یک، اکس یک ما 17 اشاریه 5 بود، میشه 304 اشاریه 5 کپس. میریم الان لک بمینجی مساحت رو پیدا میکنه، ایریا داریم ای یک مساحت میشه به تی بر سیگما، تیر داریم 304 اشاریه 5 تقسیم سیگما هم هست 2000، 2500 اینچ مربع، میشه 17 اشاریه 1 مقدار ای یک ما میشه 152 اشاریه 3 اینچ مربع. تی دور میره پیدا میکنه، قیمت ایچ داریم 291 اشاریه 7 جذر 1 مثبت 8 تا اچ اکس، 8 اچ اکس یعنی 8 ضرب در 42 ضرب در 35 تقسیم 140 مربع کل مربع. قیمت تی دو ما پیدا شد 340 اشاریه 2 کپس. میریم ای دور پیدا میکنیم، مثلا میشه به تی دوی بر سیگما 340 اشاریه 2 ضرب 10 به طاقت 3 یه هم ضرب در طاقت 3 بعد میشد که فراموش شده بود، ضرب در طاقت 3 تقسیم 2000 پوند فی اینچ مربع مقدار 170 اشاریه 1 ایدو میشه 170 اشاریه 1 اینچ مربع. برای پیدا کردن ای سی باید بریم تی سی رو پیدا کنیم، تی سی باید هم مثل میشه ایچ ماست 291 اشاریه 7 91 اشاریه 7 جذر 1 مثبت 8 تا اچ ما هست 42 ضرب 52 اشاریه 5 یعنی اکس ما تقسیم ال مربع یعنی 140 مربع. از تی دو قیمت پیدا شد، تی سی قیمت پیدا میشه 392 اشاریه 4، 392 اشاریه 4 کپس. پس اثر میره پیدا میکنیم، مثلا میشه به تی سه بر سگمای علاوه بر، مثلا میشه تی سه داریم 392 اشاریه 4 تقسیم ضرب 10 به طاقت 3 هم میشه تقسیم 2000.
پس اس سی ما مساوی میشه به 196 اشاریه 2 اینچ مربع. یعنی ای او پیدا شد و فینیکولار شیپ هم وقتی که ما x1 و y1 و 2 ورسی پیدا کردیم به دست آمد.